با حل تنش‌ها میان ارگ و سپیدار و با ایجاد شورای عالی مصالحه ملی بنبست گفتگوهای صلح شکست و اکنون بسیاری ها به این باور هستند که این نهاد صفحه تازه را در گفتگوهای صلح باز خواهد کرد. اما با گذشت یک هفته هنوز این شورا روی تشکیلش کار میکند. چه دید تشکیل او دو جوری دو چاری تکمیل شی یا با شریکی شی به بلاغی روستا پا نور موارد وانه کار شوش. از مکتم او توقع داده چه ده سول ده پروسی برالی که دل ده طول افغانانو او ده طول جهتونو پا همکاری پوری مربوط ده. در کنار شورای عالی مصالحه ملی، وزارت دولت در امور صلح نیز مسئولیت‌های در گفتگوهای صلح دارد. شورای عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح هر دو از ساختارهای عمده دولت در پیشبرد روند صلح است. شورای عالی مصالحه ملی مرجع تصمیم گیرنده در جریان روند می باشد و وزارت دولت در امور صلح امور اجرایی روند مدیریت می کند. در برابر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دو دیدگاه در این کشور وجود دارد. اما تلاش‌های جدی و صادقانه رهبری نهاد نیز یکی از گزینه‌های مهم برای دست یافتن به صلح با طالبان مطرح است. من فکر می‌کنم که بعد از این دکتر صاحب عبدالله سر شورای مصالحه به جدیت کار خود آغاز خواهد کرد و ما امیدوار هستم که این شورا شورای افغانستان شمول باشه. از هر کتگوری به شمول خانم ها به این باید اوزیه داشته باشه. خلق به شک و تردید که چه ویلی دی چه آیا داغا شورا به دید پاره وی چی پینده کال سپری کی یا کلی دید پاره به وی چی ده مقابله صورت که ده طالبان و سری قوت چول سی او یا به دید پاره وی چی پا افغانستان که صلح راولی خود. با این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان تلاش دارد تا خشونت ها کاهش یابند و گفتگوهای میان افغان ها آغاز شوند. طالبان در طول انسانی او اسلامی ارزشتون خلاف در روژه مبارک میشت که هم در افغان مسلمان وینه تویدن جاری و ساتل دوی نپر شدی را هم وکی نپر نر نلوی نکچنی بندی او د هیواد په دیر شو ولایتونو کې د روژې په دیر شو ورځې کې 1500 اویا تنه ولسي وګړي شهیدان او زخمیان کړل. زلمه خلیلزاد در دیدارش با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خواهان کاهش خشونت ها شد. اکنون انتظارها این هستند که طالبان نیز این خواست آقای خلیلزاد را برای رفتن به سوی گفتگوهای میان افغان ها بپذیرند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.